محمدی مهدی خوش آمدی، مهدی خوش آمدی، محمدی مهدی خوش آمدی، مهدی خوش آمدی. چشم نرگس شده محو تماشای تو، صلوات خدا بر رخ زیبای تو. محمدی مهدی خوش آمدی، مهدی خوش آمدی، محمدی مهدی خوش آمدی، مهدی خوش آمدی. صوت قرآن تو دل برد از عسکری، صوت قرآن تو دل برد از عسکری. به فدایت شوم که از همه دل میبری. محمدی مهدی خوش آمدی، مهدی خوش آمدی، محمدی مهدی خوش آمدی، مهدی خوش آمدی. چشم روح القدس به سوی گهواره ات، چشم روح القدس به سوی گهواره ات، که زند بوسه ای بر گل رخساره ات. محمدی مهدی خوش آمدی، مهدی خوش آمدی، محمدی مهدی خوش آمدی، مهدی خوش آمدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکو. میلاد فرخنده سرور اولیاء خداوند و بقیه صلحاء الهی، یادگار نبوت و امامت، وجود مقدس حضرت امام زمان، بقیت الله العظم رو خدمت همه مسلمانان، شیعیان، خاص عزیزان حاضر در محفل عرض تبریک و تهنیت دارم. توفیقی است که انشاءالله بحث مستقلی رو نسبت به ابعادی از مفهوم عظیم مهدویت خدمت عزیزان در این خانه خدا و شام ولادت انشاءالله تقدیم داریم. عرض می کنم خدمت دوستان عزیز با یه مقدمه کوتاه که نوعاً راه ورود اسلام در عالم بشری از کانال و مسیر اندیشه ها و تفکرات و عقاید بوده است. اسلام مطالب خود رو در قالب ابتداءً مطالب نظری و اعتقادی به بشریت ارائه می کند و پیغمبر مکرم اسلام مبنا کار خودشون رو بر اساس عقیده و تفکر و اندیشه نهادند. این فکر است که هنگامی که در انسان می نشیند و اندیشه هنگامی که در جان فرو می رود، مسیر اعمال آدمیان رو تعیین می کند. اندیشه پاک و شایسته است که اعمال شایسته و صالح به بار می آورد و اندیشه ها و تفکرات و اعتقادات باطل و ناپاک و گلناک است که میوه اون شهد شیرینی نیست، بلکه هنزلی است تلخ و ناخوش و ناپسند. اسلام عقاید پاکیزه خود رو و اندیشه های تابناک رو میباراند، بر سر آدمیان و بر دلها مینشاند. ابتداعا عقیدهی که در اسلام مطرح شد عقیده توحید بود. اون پاکترین سخنان و جالبترین هدیه های خداوند برای بشریت و اون هم شکل مترقی اون در اسلام مطرح شد. اون توحید نابی که در هیچ کجای از کتب پیشین مانند اون هم دیده نشده است. یک سوره مبارکه اخلاص و قل هو الله با تمام مزامین توحیدی تو انجیل و تورات برابری می کند و از آن فراتر است. به نظر اون کسانی که کارشناسان و متخصصان فن توحیدن، توحید، اندیشه توحیدی هنگامی
جان انسان می نشیند آدمی را به سوی اوج می برد. انسان را از محدودیت و کوچک نگری فرا می کند، نگاه اون را به سوی علو می برد و یه رفعتی به جان می بخشد. اندیشه توحیدی هنگامی که آمد شرک زدائی کرد، اون ناپسندی شرک و خرافه و تقلید مذموم از پیشینیان و اون تفکرات زشت این چنینی رو چهره حقیقی اون رو نشان داد و طبعا مطرود دانست. در قبال اون تفکرات نورانی در قالب توحید در جان آدمیان نشست و عمل کردی و رسولی مبارک به بار آورد از صدر اسلام تا امروز. اعتقاد نبوت و رسالت به آدمیان تقدیم شد و ارائه شد در شرع مقدس اسلام. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، از شروط ایمان، ایمان به رسالت و آنچه بر رسول نازل شده است. اعتقاد به رسالت انسان رو در مسیر گرفتن معالم و معارف دین از دست اولیاء خدا می کند و تفسیر دین از زبان صاحبان اون برای انسان عرضه می شود، نه تفاسیر خود ساخته مجعول از زبان دیگران و نگاه های غیر واقعی. رسالت انسان رو در مسیر فهم درست دینی قرار داد. اعتقاد به امامت به دنبال بحث رسالت آمد و اون عقیده و باور پاکیزه شناخت الگوی شایسته طیب، فرهیختگان، پاکیزگان و نخبگان در میان انسانها به عنوان پیشوایان و امامان خدا در اصل امامت و اعتقاد به امامت تعریف شدن و شناخته شد برای بشریت و آدم اینها رو گرفتن، الگوهای شایسته‌ای عینی ملموس ببینند و سیره عملی و فکری و نظری این جماعت رو مد نظر خودشون قرار دهند. یکی از اعتقاداتی که از همون ابتدا در دامن اسلام نشو گرفت و رشد پیدا کرد اعتقاد به مهدویت بود. بعد از اصل امامت اعتقاد به مهدویت از مسیر عقیده در جان مسلمانان قرار داده شد و توسط خود پیغمبر مکرم اسلام این نهال مبارک عرض شد. اعتقاد به مهدویت، این اصل و این کلمه که میبینید از صادق ترین و ثابت ترین اصول معارف الهی و اسلامی است. بحث مهدویت و مهدی، این یه نکته‌ای نیست که در یه مقاطعی از زمان رشد پیدا کرده باشد و برای مسلمانان مطرح شده باشد. اعتقاد به مهدویت و بحث مهدویت از همون عقاید تابناک و اندیشه‌های روشنی بود که توسط خود پیغمبر مکرم اسلام تلقین شد. یعنی مبانی دینی ما قرآن و سنت ابتداعاً به مهدویت رو ارائه کردن برای مخاطبانشون. اگر مهدویت در قرآن برداشته شود، پاره از آیات شریفه قرآن گزاره های ناسواب است، یعنی به حقیقت نمی رسد، به پایان نمی رسد، صادقانه محقق نمی شود. مانند آیه ای که در ابتدا سخن خدمت عزیزان تلاوت کردم، ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خداوند سبحان این رسول رو فرستاده است بالهدى، شخصیت او در نهایت هدایت، روشنی و وضوح، تمام اصول ادب، تقوا، تربیت، هدایت و انسانیت و دین الحق، مرامنامه پاکیزه، قانون بسیار روشن، اصول زندگی و سعادت و نجات بخش برای انسانها همراه این پیامبر و رهبر وجود دارد. لیظهره علی الدین کله، تا اون که این دین و این مرام غالب و ظاهر بر بقیه مرامهای بشری در کل کره خاک باشد، ولو اون که برای جماعت مشرکان ناپسند و ناخوش آید. اثبات اون که خداوند سبحان در این کریمه مبارکه و این آیه سوره صف میگوید مساوی است با اثبات مهدویت. اگر مهدویت نباشد، این گزاره الهی پاسخ مثبت ندارد.
در آیات عدیده قرآن کریم، آیات بسیار زیادی، ما چنین بحثی رو متصور داریم. این که خداوند سبحان میگد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا كتب الله لاغلبن انا ورسلی، این قاعده ثابت الهی است که خداوند و رسولان او پیروز میدان وجود و هستی و نظام جاری در جامعه بشری خواهند بود. اثبات تمام این آیات شریفه قرآن در رو به اثبات اصل مهدویت و باور و اعتقاد به مهدویت است. لذا از همون روز اول پیغمبر مکرم اسلام این بحث رو مطرح کردن، از همون آغاز و روزهای نخستین و تلیعه ظهور اسلام نام مهدی و این عنوان برای بشریت مطرح شد. هنگامی که نگاه میکنیم در کنار این وعده ها و این مواعید روشن و زیبای قرآن کریم، میبینیم در سنت پیامبر یعنی در احادیث نبوی صدها حدیث حول محور شخصیت مهدی و مهدویت دیده میشود و قرائت میشه و بازگو میشه. پیغمبر مکرم اسلام بارها این رو به زبانهای مختلف مطرح میفرمودن. انشاءالله در ادامه بحث ناچارم که به بعضی از این نصوص، این روایات و این مضامین یه اشارهی داشته باشم خدمت عزیزان. خب این رو صحابی پیامبر این روایات رو نقل کردن، بیش از 40 صحابی پیامبر روایات مهدویت رو بازگو کردن و مطرح کردن. تابعین یعنی کسانی که از صحابی میگرفتند، صدها تابعی احادیث مهدویت رو بازگو کردند. هیچ منکری برای اون، برای این مباحث و بحث مهدویت در زمان صحابی و در زمان تابعین وجود نداشت. عالمان اهل تسنن، عالمان شیعی که بحثی ندارد، عالمان اهل تسنن قلم به دست گرفتن، احادیث مهدویت رو در صدها کتابشون، حتی اصولی ترین کتاب مانند سنن ابن داوود، مسند احمد حنبل وارد کردن که اون ریشه های کتب اهل سنتن. نه، یک کتابهای تخصصی پیرامونه مهدی و مهدویت عالمان خاص اهل سنت در طول تاریخ نوشتن که تعداد اینها بسیار زیاد است. این نیم 1, 2, 10, 20, 30 خدمت عزیزان بازگو کنم. عالمان نامی مانند حافظ ابو نعیم اصفهانی مناقب المهدی کتاب رو پیرامون مهدی و مهدویت می نویسد. مهدی یا آل رسول هروی حنفی این کتاب رو می نویسد. احادیث المهدی ابوبکر ابن خثیمه کتاب می نویسد، روایات امام زمان رو مطرح می کند. البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان متقی هندی می نویسد، عالم نامی اهل سنت از فحول میدان حدیث و روایت در میان عالمان سنی. اخبار المهدی را جلال الدین سیوطی عالم نامدار و بزرگ اهل سنت می نویسد. احوال و صاحب الزمان را سعد الدین هموی می نویسد. المهدی الی ما ورد فی المهدی را ابن طولون می نویسد. هر آن که بخواهیم در این جهت، این کتاب ها که عرض کردم اینا چیزی جز مهدویت ندارد، فقط مباحث مهدی و مهدویت است. یعنی کتاب های تخصصی است، کتاب های ویژه از عالمان نامی، اینهایی که اسمشون گفته شد طراز اولن در جهان اهل تسنن. اعتقاد به مهدویت عقیده ثابت و یه اندیشه روشن از عقایدی است که توسط خود پیغمبر مکرم اسلام بازگو شد. این پس روشن. حالا عرض میکنم هنگامی که ما بحث مهدویت رو میبینیم و بررسی میکنیم و اون نشانه هایی که برای مهدویت، یعنی اون اصولی که خود این مبحث مبتنی بر آن است، این خیلی قابل توجه است. خب همیشه توفیق بوده است در این ایام این چنینی اگر سخنی گفتیم خدمت دوستان عزیز، به ابعاد و سؤال هایی که در ذهن مبارک عزیزان خطور کرده پاسخ داده شده است در بحث ها. منتظر چیست؟ انتظار چیست؟ وظیفه منتظران کدام است؟ اقسام انتظار چیست؟ غیبت چه معنا دارد؟ او غایب است یا ما غایبیم؟ نمیدانم ارتباط امام زمان با عرض به خدمتون مردمان در چیست؟ نشانه های ظهور امام زمان کدام است؟ این سری مباحث رو توفیق بوده است در طی خیلی از سالها بنده مطرح کردم. اما الان یه بحث دیگری رو میخوام مطرح کنم خدمت دوستان عزیز و اون این است عزیزان که مهدویت یه التزاماتی دارد، یه بایدهایی دارد. این بحث دقت بفرمایید، من یه تکرار بکنم. اشاره کردم مهدویت یه اندیشه است، یه تفکر مهدویت، یه فکره،
یه خط اعتقادی روشن است که وجود مقدس امام زمان مظهر و مبرز این تفکرند. به اون زمان که حکم الهی تعلق گیرد که تیمنن و تبرکن، همینجا این حدیث نورانی پیامبر رو که بارها خوانده شده است و شنیده اید عزیزان عرض می کنم که وجود مبارک حضرت نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتبل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من اهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملا الله الارض به قسطا وعدلا كما ملعت ظلما وجورا. اگر یک روز از عمر زمین باقی نمانده باشد، طبیعی است این رو به عنوان پیغمبر مکرم اسلام دیگه اون نهایت کار رو میخوان بفرمان، نه اینکه این چنین که یه روز باقی بماند. اگر یک روز هم بیش باقی نباشد، خداوند اون روز رو اونچنان به درازا می‌کند که خارج شود در اون روز و برون آید مردی از دودمان و اهل بیت من که نام او نام من است، کنیه او کنیه من. دقیقا منطبق بر شخصیت نورانی پیغمبر مکرم اسلام، این صفات متناسب با حضرت ولی عصر، نام او نام من، کنیه کنیه من. یملا الله الارض به، خداوند سرشار می کند زمین رو از عدل و داد توسط اون بزرگ مرد، از عدل و قسط، کما اون که یا پس از آن که پر می شود از ظلم و جور. خب این حدیث رو پیغمبر مکرم اسلام می فرماید. وقتی شما احادیث مهدوی رو می بینید و بررسی می کنیم، دو نکته اساسی در اینجا وجود دارد که بنده عرض می کنم این نکات الزامات و بایدها دارد. ما یادم این رو ساده تر بگم خدمت عزیزان، سوال میکنم آیا جامعه بشری به بایدها و الزامات مهدوی تن میدهد؟ آیا مسلمانان اون تفکر ناب مهدوی که پیغمبر گفته است و هیچ تردید در اون نیست پذیرا هستند؟ آیا شیعه به بایدها و الزامات مهدویت تن میدهند؟ آیا شما و ما، آیا ما کسانی که اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن رو میخوانیم میدانیم بایدها و الزامات مهدویت رو؟ آیا ما منتظر چه کسی هستیم؟ آیا ما پذیرای مهدویت هستیم؟ تن میدهیم به نظام مهدوی؟ یا در انتظار چیزی هستیم که تحمل اون رو نداریم؟ اون چه میخواهم امشب خدمت عزیزان بازگو کنم یه گوشه ای از این بحث است. ممکن است تأثیر بیاورد در خاطر ما، اما در پایان شادمانی و نشاط میآورد. نکته این است که عقیده به مهدویت دو پایه اصلی در اون وجود داشته است. یعنی وقتی که ظهور وجود مقدس منجی و امام زمان رو پیغمبر مکرم اسلام تصویر می کردند، دو سرفصل عمده رو می بینیم که در اینجا وجود داره که این رو پیغمبر مکرم اسلام بازگو می کردند. مثلا می بینیم در حدیث نبی مکرم می فرماید فیوریکم، نشان می دهد به شما مهدی، عدل سیره و یحیی میت الکتاب و سنه. دو کار می کند مهدی. اصل مهدویت دو کار دارد، دو سرفصل دارد. یک، عدل و سیره را به نمایش می گذارد، سیره و رفتاری که تمام اون را عدل و عدالت گرفته است برای شما به نمایش می گذارد. دوم، زنده می کند و احیاء می کند اون حقایق و اون اصولی را که در کتاب و سنت وجود دارد اما در جامعه بشری حتی در میان مسلمانان مرده است و فراموش شده است. مهدویت یعنی احیاء کتاب و سنت، مهدویت یعنی اون احیاء نهضت جامع و کامل عدالت. این رو در این سرفصل نبوی می بینیم. ده ها حدیث مثل این داریم. همین حدیثی که الان خدمت عزیزان بازگو کردم که یملا الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلما و جورا، یه اشاره به عدل میشه یه اشاره به قسط. قسط مرز اون عدالت اجتماعی است، عدل اون استواری و استحکام در رفتار و اون توازن در رفتار است.
هر دو رو وجود مقدس امام زمان به نمایش می‌گذارد. خب حالا من اینو می‌خوام عرض کنم خدمت عزیزان، این دو سرفصل در کار پیغمبر، در کار امام زمان آغاز می‌شود از اون بنمایه اصلی و ریشه‌ای که اسلام داشته است و خود پیغمبر مکرم اسلام ملتزم به اون بودن. حالا اون سوال من اینجاست، آیا متحمل چنین حرکتی هستیم؟ آیا ما در انتظار چنین تحول عظیمی در وجود و هستیم؟ از خصوصیات مهدویت یعنی کلان نگری، نه کوچک نگری. مهدویت پیام خانوادگی ندارد، مهدویت برای شهری سخن نمیگوید، مهدویت ابعاد گسترده اون تمام وجود و هستی رو میگیرد. بر اساس روایاتی که ما داریم، بعضن و بعضی از بزرگان معتقدن مهدویت به زمین پایان نمیپذیرد، ارتباط بین آسمان ها و زمین است، در کرات دیگر هم تحول ایجاد میکند. یه بحث های عظیم این چنینی. خب حالا وقتی که نگاه میکنیم ریشه کار رو، یکی از این سرفصل ها که ملاحظه فرمودید، ریشه اون مساوات و برابری، مساوات و برابری اسلامی است. آن که خداوند سبحان از کلام خودش این رو شروع میکند که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم قبائل و شعوبا، آدمیان ما شما را از یه پدر و مادر آفریدیم، شما یه انسان هستید، شما از یه پدر و مادر آمدید، هیچ فخری برای هیچ نژادی و رنگی و قبیله‌ای بر نژاد دیگر نیست. مساوات در اصل انسانیت، اثبات کرامت انسانی برای تمام بشریت و انسانها به شکل برابر، این رو خداوند سبحان در قرآن مطرح می‌کند. حجت الوداع است، آخرین سخنرانی پیغمبر در مکه است. نبی مکرم فرمود ایها الناس الا ان ربکم واحدون، بدانید پروردگارتون واحد است، و ان اباکم واحد، یه پدر دارید، الا لا فضل العربی الا عجمی ولا العجمی الا عربی، بدونید هیچ کدام از شما از جهت نجادش فضیلت بر دیگر ندارد. اینجا افغانی و ایرانی و ترک و سقلابی و نیست که از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، تمام اینها یه رنگ و یه بو دارن، ولا لعجمی ولا علا عربی ولا لأحمر علا اسود ولا لأسود علا احمر، نه سیاهی بر سرخی نه سفیدی بر اینها، هیچ کدام برتری ندارند الا به تقوا. اون عاملی که میتواند انسانها را از این حالت به در بیاورد و اثبات امتیاز کند، اون تقوای این هاست، و الا هیچ تمایزی نیست. این مساوات کلی در نژاد و در پوست، رنگ، به شکل گسترده اون رو قرآن میگوید و پیغمبر مکرم اسلام بازگو میکند. احکام و وظائف دینی و قواعد اسلامی را که می نگرید، اینها مبتنی بر مساوات وضع شدند. عزیزان، عبادات دینی را که نگاه می کنید قاعده مساوات دارد. در این خانه خدا هنگامی که مسلمانان می ایستند، هیچ کسی نمی تواند جایگاه ویژه‌ای برای خودش اختصاص بدهد، بگوید به دلیل این که من آنچنانم در صف اول می ایستم، اون کس در صف آخر بایستد. در اصول عبادی اسلامی، در صفوف جماعت، در نماز آدمیان یکسان، اصل قانون و عبادات برای همه یه مقدار آمده است، هیچ تفاوتی تمیزی در بین انسانها به شرافتشون، به رنگشون، به علمشون، به جهلشون، به این خصوصیات داده نشده است. هنگامی که رمضان می شود، یکسان یک وظیفه رو به شکل مساوی میلیون ها مسلمان در کره خاک انجام می دهند. نماد جامعه اون رو، این مساوات زیبا رو در حج می بینید. هنگامی که حاجیان به حج می روند و عزم سفر می کنند به خانه دلدار، اونجا می بینید همه یکسان، یک سو، یک جهت، با یه جامعه، با یه شکل، با حسب تمام عناوین، تیترها، منصبها، خصوصیات، همه می گویند لبک، اللهم لبک، لبیک لا شریک لک لبک، همه لب باز می کنند و ندای خداوند رو پاسخ مثبت می دهند. و اینها می بینید افیذو من حیز افاز الناس، به تعبیر قرآن می جوشند ناس، همه با هم، امیر و وزیر و وکیل و شیخ و شاب و عامی و جاهل و توانمند و غنی و فقیر،
همه با هم سیر خودشون رو آغاز میکنن. روح مساوات و برابری در تمام عبادات دینی ما دیده میشود عزیزان. هنگامی که در مسائل حقوقی و فقهی و امثال آن نگاه میکنیم، میبینیم در قوانین اسلامی بزرگان، کارگزاران اسلام با اون افراد عامی جامعه در قبال قانون هیچ تفاوتی ندارن. قاتل و قتل و مقتول از هر کسی که باشد، از هر صنفی که باشد، مقابل قانون یکسان است و تفاوت نمی کند. هیچ تفاوتی نیست. در باب اجراع حدود الهی هیچ امتیازی برای کسی قائل نشدند. غروب غم‌انگیز بیستم رمضان 41 هجری است. بستر خون‌آلود وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین است. اطراف بستر عزیزان نشستند. چهره علی مانند کهربای زرد است. لب باز می کند. یا بنی عبد المطلب، فرزندان عبد المطلب، فرزندان بزرگ قریش، هاشمیون، یا بنی عبد المطلب، حسن من، حسین من، نور دیدگان من، مسلمانان، لا الفی انکم تخوزون دماء المسلمین خوزا، تقولون قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، الا لا تقتل النبی الا قاتلی. فرزندان عبد المطلب، من جان میدهم امشب، اما نبینم از فردا. شما شمشیرها را کشیده اید و به جان مسلمانان افتاده اید در جامعه، به جان جامعه افتاده اید و میگویید امیر المؤمنین کشته شد، خون میریزید، امیر المؤمنین کشته شد، خون میریزید. شما را به خدا قسم بگید لا تقتلن نبی الا قاتلی. شما یک نفر را میتوانید در قبال من قصاص کنید. نگید ارزش وجودی علی با دنیاست، پس ما باید در قبال قتل علی 100 نفر را قصاص کنیم. نه، نفس به نفس ولو علی ابن ابی طالب باشد. مساوات در اجراء حدود الهی، مساوات در اجراء قوانین الهی. در یه جاهایی که لغزیدن بعضی ها، این اعتراض و ننگ باقی ماند در صدر اسلام. هنگامی که خالد ابن ولید به لحاظ اون ارتباطاتی که با خلیفه اول دارد قصر در میاد، حکم اجراء حد بر او اجرا نمی شود، زنا مبین می کند، اعمال ناشایست انجام می دهد، اما متاسفانه مجازات نمی شود. این انگشت بر دهان صحابه باقی ماند و تا آخر این ننگ رو برای ابوبکر مطرح کردند. هنگامی که عبدالله عمر چون فرزند خلیفه دوم بوده است اما هرمزان رو می کشد، در دستگاه عثمان قصاص نمی شود، این ننگ همیشه برای عثمان باقی ماند و این نقطه اعتراض رو منتقدان عثمان در طول تاریخ نوشتند که چرا قانون فرق می کند؟ مگر خون عبدالله عمر رنگین تر است از دیگران؟ این چه اصلی است که اینجا پیاده شد؟ اگر این نبوده است، یه روز رمضان است، شاعری است توانمند، قدرتمند، بسیار کمککار، مؤثر، اگر به او گفتند امیرالمؤمنین بگو اونچنان گفته است با تیغ شعرش که اصلا آب کرده است دشمنان رو. نجاشی شاعری است توانمند و قدرتمند، روز ماه رمضان شیطان میآید در وجود، میگساری میکند. امیرالمؤمنین همونجا ظهر رمضان خواباندن، گفتند بزنید حد خدا را. هنگامی که حد جاری شد، جامعه نفس آرامی کشید. دانستند که در قبال حدود الهی نجاشی و غیر نجاشی یکسانند. آرامش و امنیت در جامعه حاکم شد. مردمان دانستند مساوات علوی را، دانستند که روح اجرای حدود در اسلام تفاوتی نمی کند. پیغمبر مکرم اسلام نشستند، عده آمده اند، عیینه ابن حسین، اقرا ابن حافظ، حابس، سرمایه‌داران بزرگ، مقتدران و متنفذان اجتماعی اون روزند. یا رسول الله، اینجا خانه خداست، آمده ایم، اما وقتی می آییم به نزد تو که این مقداد سیاه اون طرف بنشیند، من اینجا بنشینم؟ اگر من در کنار تو بنشینم اون بالای مجلس، می آیم به مسجد، و الا ما نمی آییم. ما نمی توانیم با سلمان و ابی ذر و مقداد در یه صف بنشینیم. آیه شریف نازل شد و نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، پیامبر با اونها باش که مدام خدا رو میخوانند و توجه به خداوند سبحان دارند و اعتناء به این گفته ها و رفتار نکن. پیامبر از جا برخواستند، دیدن مقداد و سلمان و ابوذر اینها که اومدن رفتن عقب، فهمدن من میام نزد شما. نبی مکرم رفتن در حلقه ابوذر و مقداد و سلمان نشستن و این جمله تاریخی رو گفتند: الحمدلله الذی، حمد از آن خدایی است که لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی مع رجال امتی،
معهم المحیا، معکم المحیا و معکم الممات. حمد خدایی رو که نمردم، خدا به من دستور داد با اینها باشم، با اینهایی که دوست می‌دارم با اینها بمیرم و زنده باشم. هیچ تفاوتی بین اقرا ابن حابس و عیینة ابن حسین و مقداد سیاه فقیر در دستگاه پیامبر وجود ندارد. این روح مساوات اسلامی نبوی است. این بود که شکوه ایجاد کرد، این بود که دلها رو جذب کرد، این بود که انسانها رو به سوی خودش میکشید و اینها رو متوجه میکرد. مهدویت تبیین مساوات اسلامی است. نبی مکرم در متون فراوان تأکید به این کردن، فیوریکم، فرمود خاتم انبیا محمد مصطفی فیوریکم عدل سیره، این سیره رو نشان میدهد وجود ما. جامعه این ساختار رو در عصر نبوی پیدا، در عصر مهدوی پیدا میکند. ما چه مقدار آمادگی زندگی کردن با این شرایط را داریم؟ ما چه مقدار میتوانیم این مساوات رو از رعیت تا حکومت ببینیم و تحمل کنیم؟ ما چگونه میتوانیم این مساوات رو در اجراء قانون، اجراء حد، اصول اقتصادی، اصول تجاری، اصول اجتماعی متحمل باشیم؟ این یه مدخل به مهدویت است. امیر المؤمنین، خب اشاره کردیم، یمنع الله الارض به قسطا و عدلا. گاه گفتم خدمت دوستان، قسط که به عنوان سرفصل کار امام زمان مطرح می شود، اون بحث عدل به دیگران و عدالت اجتماعی است. اون بحثی است که با دیگران سر و کار دارد. هنگامی که بحث عدالت اجتماعی مطرح می شود، اون عدالت فرهنگی، اون عدالت سیاسی، اون عدالت اقتصادی، از خصوصیات امام زمان آن است که یقسم المال سهاها، یقسم المال به سویه، تمام رانت ها و تمام امتیازات ها. این چنینی را وجود مقدس امام زمان به خاک خون می کشد، به زیر می کشد اینها را، به زیر می کشد. هیچ کدام جایگاه ندارد. یقسم المال به سویه سهاها، به تعبیر خود متن حدیث، اون عدل اجتماعی اقتصادی. آیا ما تحمل اون رو داریم بگوییم اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن؟ اگر ما پذیرای این نوع عدالت اجتماعی نیستیم، ما کجا در انتظار که هستیم؟ ما چرا داد میزنیم بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو؟ ما منتظر کیم پس؟ ما با چه کسی کار داریم؟ آیا ما در چنین جامعه میتوانیم نفس بکشیم و تحمل کنیم، زندگی کنیم یا نه؟ میبینیم وجود مقدس امین. خب این بسیار عجیب است. بخونم من این حدیث رو براتون، یا دو حدیث است. پیغمبر مکرم، امیرالمومنین از پیغمبر مکرم نقل میکنند، فرمودن لن تقدس امتون، هیچ پاکیزگی و شایستگی ندارد اون امتی که لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی، اون جامعه و امتی که ضعفا نمیتوانند حقشون رو از اغنیا و قدرتمندان اون جامعه بگیرند، این جامعه قداست ندارد، پاکیزگی ندارد، شایستگی ندارد. غیر متتعتع، ممکنه بگیرن با لرزه و اضطراب، نه نه، بتونن با آزادی، با کرامت انسانی، با شرافت اخلاقی بایستن، حق خودشون رو از قدرتمندان و توانمندان بگیرند. این میشه مصداق اون جامعه پاکیزه. من سرهو، نبی مکرم فرمود ان یمثل له الرجال قیامن. اینا ببینید عدالت‌های فرهنگی است تو عدالت اجتماعی. کسی که دوست می‌دارد بنشیند، فرمان بدهد، مردم مقابل صاف بایستن، فقط اون بنشیند و نگاه کند و امر و نهی کند. فلیتبوا مقعده من النار، جایگاه چنین کسی باید قعر جهنم خداوند باشد. این نمی‌داند ادراک کند خیلی از مسائلی را که پیامبر بازگو می‌کند و مطرح می‌کند. اون ورود امیرالمؤمنین به شهر انبار رو شنیدید. وقتی امام وارد شدند، اومدن نهج البلاغه است، اینا یه ترجلون دویدند و نمیدانم ایستاد. امیر شما رو به خدا قسم بایستید، این چه کاریست؟ ما هذا الذی صنعتموه، این چه کاری دارید میکنید؟ گفتن ما داریم تعظیم میکنیم امرائمون رو، اینطور تعظیم. فرمود این مفسده است، این مفسده است.
برای من که شما بخواهید چنین عمل کنید در قبال من. عدالتی را که وجود مقدس امام زمان مطرح می کند و پیاده می کند سر از این ساختار اجتماعی در می آورد. نامه می نویسد وجود مقدس امیرالمؤمنین، اون نامه ای که می دونید به 30 و چند زبان دنیا، 34-35 زبان ترجمان شده است و در سال 2003 به عنوان منشور اداری در سازمان ملل و یونسکو پذیرفته شد و تثبیت شد. همان نامه گرانقدر وجود مقدس امیرالمؤمنین معروف به عهدنامه مالک اشتر، فرمود ولیکن احب الامور الیک اوصاها فی الحق. مالک، باید باشد محبوب ترین امور برای تو اون حق معتدل و اعم حافل عدل، اون تصمیمی را باید محبوبانه انتخاب کنی، علاقمند به اون باشی که اعم حافل عدل بتواند عدل گسترده تری رو به اکثریت جامعه برساند و اجمعها لرضا الرعیه، برای رضایت مردم. فإن سخط العامه یجحف برضا الخاصه، بدان بالاخره تو توانی اکثریت جامعه رو، رضایت صحیح اونها رو به دست بیاوری، نگران نباش که در کنار اون اقلیتی از منافعشون بمانند و ناخرسند باشند. این اصل رو باید رعایت کنی. یغتفر مع رضا العامه، اگر رضای عامه باشد اون رضایت اونچنان نیست. و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدل اعداء العامه من الامه فلیکن زق وکلهم و میل و کمهم. مالک، دلت با توده که مردم باشد، اونگاه میتوانی عدالت رو تجربه کنی، میتوانی طعم عدالت رو بچشی. سق وکلهم و میل و که الیهم، تکاندهنده از مطالب امیر المؤمنی. در نامه 46 امام مینویسد، وجود مقدس امام مینویسد به یکی از عزیزان و دوستان خودش، وخفز للرعیه جناحک، گردنت رو پایین بیار برای اطرافیانت، اون بالا نشستی، و ابسط لهم وجهک، چهرت رو بگشا برای اینها، و علل لهم جانبک، با لینت به اینها برخورد کن این سو، و آیس بین. ببینید عدالت به کجا میکشد، این تفسیر مهدویه تا الان عرض، و آیس بینهم فی اللحظه و النظره، حتی نگاه که میکنی به اطرافیانت، ای والی من که اونجا نشسته ای، برابر باشه. یعنی حتی نگاهت رو مساوی تقسیم کن، توجهت رو مساوی تقسیم کن و به عدالت تقسیم. بله، اشاره و تحیه. اگر سلام هم میکنی سلامت به گونه ای باشد که با جماعتی چرب زبانی نباشد و با دیگران خشک بیانی. فرمود حد اون گونه نباشه که حتی لا یطمع العظما فی حیفک ولا ییأس الضعفا من عدلک، نه این رفتار نکنی که قدرتمندان از ظلم تو و قدرت تو نترسند و ضعفا هیچ امیدی به عدالت اجتماعی تو نداشته باشند و دلی به تو نبندند، دلی به تو نبندند. اما والذی فلق الحبه، الله اکبر. امیر المؤمنین دیر قسم میخورند عزیزان، دیر قسم میخورند، اما وقتی میخواد بیاد تو صحنه بگد رویه ما خاندان این است. اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، سوگند به اون خدایی که دانه شکافته است، انسان رو برون کشیده است، لو حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناظر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه الظالم و سقب المظلوم لالقيت حبلها على قاربها. به خدا قسم اگر حضور مردم تو صحنه نمی بود و اگر تعهدی که خدا از باب اجرای عدالت با عالمان و آگاهان دارد نمی بود و نمی دیدم که عده‌ای شکمباره پر متورم در حال ترکیدن و عده‌ای تکیده و خشکیده، اگر این رو نمی دیدم این ریسمان خلافت رو می انداختم رو پشت این شطور، پی می کردم اون را و تن نمی دادم به اینکه زیر این بار درآیم و وارد شوم. اون چه وجود مقدس امیرالمؤمنین میگوید تفسیر قسط و عدالت مهدوی است. امام زمان، حجت ثانی اشر،
سرلوحه اول کارشون تحول اجتماع بشری به این سوست، یعنی حضرت مهدی مبنای کارشون رو یوریکم عدل سیره، تکرار میکنم، یملا الله الارض بهی قسطن و عدلا، یه چنین ساختار اجتماعی رو مهدویت متولی بیان آن است. آیا سوال رو تکرار میکنم، بشریت آماده زندگی در این شرایط رو دارد؟ آماده است؟ آیا مسلمانان میتوانند چنین فضایی رو استشمام کنند درش؟ آیا ما و شما تحمل این عدالت و مساوات رو داریم؟ فریاد برآوریم از عمق جان، بگوییم یا ابن الحسن روحی فداک متا ترانا و نراک، و الا فکر دیگری بکنیم، و الا ابتدا بیایم تو مسیر مهدویت، تو مسیر انتظار قرار بگیریم، اونگاه مدعی و سینه چاک این میدان باشیم و نام خودمون رو از منتظرین او بنامیم. این نکته خیلی مهم است. مهدویت بایدها و التزامات دارد. اینو اشاره کردم من صبح به دوستان. ببینید گاهی میگی منتظر، منتظر کیست؟ کشتی شکسته است و تخته ای در دریا افتاده است و منم روی این تخته افتادم وسط دریا، الغوث الله خلق اصلا من الارض به خدمتون بحر میگویم، خدای ما را نجات بده، و در این حال تو دلم امیده، یه صداهایی شنیدم، میفهمم که کسی میاد ما رو نجات میده، خب بالاخره چاره ای هم ندارم، وسط این اقیانوس بیکران و این آبا هیچ کاری از این بر نمیاد، اگر دانستم کسی نمی آید من نمیکشم، همونجا زود کار تمام است از بین میروم، اما اگر امید بودم که داره یک هلیکوپتری میاد، داره یک چیزی میشه، خبری میشه، من میمانم. یعنی این انتظار موجب ماندگاری من میشه، شوق میاره، من زنده میمانم، هر لحظه این قد بشه من میمیرم، میمیرم، من دیگه نمیمونم. یعنی مقدار انتظار که درش تحرک نیست، اما امید میاره، این خوبه، اما این اون انتظاری که در مسیر مهدویت است نیست. اون انتظاری که در مسیر مهدویت است، با همون مثال عرض میکنم، من مبتلای به این بیماری به طبیب حاذق مراجعه کرده، به من آینده روشنی رو نوید میده، میگه تو به زودی سلامت خواهی یافت، اما شرط رسیدن تو به سلامتی این که در انتظار عافیت باشی آن است که با من طبیب حتما باید همکاری کنی، یعنی خودت قدم برداری به سوی سلامتی و عافیت، و الا به جای این انتظاری است که ما میگوییم این انتظار مثبت است، یعنی انتظاری که مساوی با تحرک و حرکت، انتظاری که برابر با اصلاح و صلاحیت است، انتظاری که پشتبانه اون شوق و نتیجه اون تحرک و حرکت، و این انتظار به سوی این سرفصل‌های مهدویت، عدل سیره، یحیی میت الکتاب و سنه، این رو باید عزیزان درکش کنی، این رو باید درکش کنی. خب حالا تا اینجا ممکنه یه مقداری بالاخره دلنگرانی هایی میاد تو وجودمون که خدایا ما چقدر سعدیم. اون جریان رو اون بزرگ اصفهانی نقل میکرد که بالاخره مرحوم آقا وحید بهبهانی اومدن اصفهان، میدونید وحید بهبهانی بعضیا اسمش شنیدید، این رو میگن آقا، این القاب رو به سادگی و مفت و رایگان مانند روزگاران ما خرج دیگران نمی کردند مردم، القاب رو درست حسابی، ما یه حجت الحق داریم، مثلا تو کل تاریخ ایران زمین در میان عالمان اسلامیمون، اونم به عمر خیام میگن حجت الحق، یه حجت الاسلام میگفتن، به غزالی میگفتن، یعنی این عناوین رو به سادگی نمی دادند و توضیح نمی کردند. آقا وحید بهبهانی، یعنی به تمام معنای این مرد آقا بوده است، یه شخصیت اینچنینی دارد. خب وحید بهبهانی با اون عظمت علمی و جایگاه اومد اصفهان سخنرانی کرد، اومد اصفهان سخنرانی کرد و عرض به خدمتتون گفت که بالاخره شما منتظر نیستید، شما اصول مهدویت رو نفهمیدید، اگر بفهمید منتظر امام زمان نخواهید بود. این بحث رو داغ کرد، پتیله سخن رو بالا داد، یه مقداری برخورد به اصفهانی‌های محترم. خب این علما اینا قدیشون بلند شدن از مسجد سید رفتن بیرون و مثلا عرض به خدمتون کار به اونجا کشید، مرحوم وحید رو ول کردند و در حدی که خادم مسجد وقتی آقا از مسجد می اومد بیرون، اومد تغییر کرد، گفت تو اینجا نمیدونی برادر جان، اینجا اصفهان است، بالاخره اینجا شهر ولایت است، اینجا شهر شهید بربر اصفهان است، به تعبیر امروز ما اینجا شهر این چنینی است، مرکز چنین و چنان،
مانند اون که گفته بود برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا، گفت اینجا اصفهان است، تو چرا این حرف رو گفتید؟ خیلی تغییر کردی. خادم مسجد، شخصیت بزرگ و پیشوای شیعه، مرحوم وحید چی نگفتن رفتن. سحر شد، در به خانه داره محکم کوبیده میشه، دمدمه اذان دیدن در رو باز کردن، این خادم آمد، خدا انداخت رو قدم مرحوم وحید. خادم مسجد آقا چی شد؟ گفت آقا به خدا قسم وقتی که رفتم نیمه شب گذشته بود، در عالم خواب خواب دیدم که میگویند وجود مقدس امام زمان ظهور پیدا کرد، حاضر شدند، ظاهر شدند. رسیدیم خدمت آقا با جمعی از بزرگان، ما هم در خدمت بودیم. وجود مقدس امام فرمودند، اینی که عرض میکنم ببینید این تمثیلی، این خواب خوب میرسانه، این مقصود ما نیست اما میرسانه مطلب رو. امام زمان فرمودند که این احکامی که گفت حکم خدا نیست، اینا از خودتون گفتید، اینا رو بذارید کنار، این حکم الله نیست، این نیست، این بازی با دین خداست، بذارید کنار. چشم. گفتن این اموالی که برای شما تصاحب شده اینا مال شما نیست، اینا مال این مال و اینهاست، شما گرفتید غصب کردید، این چطور میگید مال ماست؟ گفتن ممکنه بعضیا تو جامعه شما حلال زاده نباشن. اینا تکان خوردن، یعنی چه؟ گفتن این شمشیر را بردارید، اون کسانی که من میگویم گردنش را بزنید ولو فرزندانتون باشن. تا که این جمله رو امام زمان گفتن، این خادم گفت، گفت من تو خواب تا این رو دیدم، دیدم بعضی از این آقایون خود من برخواستیم. گفتیم آقا نه تو امام زمانی، نه تو حجت خدا هستی، نه تو هاشمی، تو هم سید و فرزند پیغمبر هم نیستی، آقا بر دنبال کارت. یه مرتبه از خواب پریدم، فهمیدم آقا اون چه تو دیشب روی منبر گفتی همان است که تو گفتی، ما منتظر قدوم امام زمان نیستیم، ما اصول مهدویت رو متحمل نیستیم، اینی که داری در متون دعا و ذکر، اینی که باید منتظران، این تهیؤ و آمادگی، اصلا فهم این معنای بلند رو در خودشون ایجاد کنن. حالا من این قسمت پایانی سخن رو به عنوان بشارت عرض میکنم، من عرض میکنم این داره میشه، یعنی این دو سرفصل چی بود؟ یکی عدالت اجتماعی، اون مساوات صحیح با اون شیوه ها و بیان و تأویلی که برای عزیزان بازگو کردیم، دو اون زنده شدن وحی و معنویت. این دو سرفصلی که نبی مکرم گفت الان در این اصل و زمانی که شما دارید زندگی میکنید، از همیشه بشریت تابناکتر و زندتر داره دیده میشه و اون چنان قوی پیش تازانه در حال حرکت است. میگویم از عهده برایم بیرون خدمت عزیزان، هیچ زمانی نبوده مثل این قرن 21، آغاز این قرن 21، که این مقدار قدرتمندان، صاحبان حکومت ها در هر نوع حکومت، از دست امت و مردمشون در ایزا باشن و زیر ذره‌بین مردم باشن، هیچگاه در طول تاریخ نبوده است. یه قدرتمند شمشیر کرد، یه زمانی هزاران نفر میگریختند، جرأت نداشتن به چپ نگاه کنن، اما الان این نیست. الان بشریت به روحیه آزادی، به سوی عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی عجیب در حال حرکت است. دولت ها و حکومت ها الان چاره‌ای ندارن، حتی اگر نمیخوان شعارش رو باید بدن، اینو باید شعار آزادی بدن، شعار دموکراسی بدن، شعار حقوق بشر بدن، الان مجبورن این حرفا رو بگن و الا جایگاه ندارند، اگر به شکل حقیقی اون هم نخوان عمل کنند. یعنی جامعه بشری الان به سمت و سوی اصل اول مهدویت در حال حرکت است، داره بشر میره به سوی مهدویت، به سوی دادخواهی، عدالت طلبی، امنیت جویی، رسیدن به حقوق طبقات مختلف جامعه، مساوات مطلوب. این حرکت هیچگاه ما اینقدر انجمن، صنف، سندیکا، گروه، جماعات مختلف در صنوف متفاوت اجتماعی نداشتیم که اینا ادعای عدالت خواهی بکنن، ادعای آزادی طلبی بکنن، ادعای نمیدونم دموکراسی بکنن، مردم سالاری بکنن، چه بکنن، اینا نبوده اصلا، هیچگاه در 100 سال قبل نبوده، در 200 سال قبل نبوده، اینا به شکل‌های محدود بوده، یک گوشه‌ای با یه رعبی، با یه وحشتی تمام می‌شد. شما دیدید آغاز حمله امریکا به عراق، دیدید اجماع جهانی رو؟ کدام کشور دنیا بود که تظاهر نکرد؟
کدام کشور دنیا بود که راهپیمایی نداشتن علیه جنگ امریکا نسبت به عراق و حملش به عراق؟ تمام کشورهای دنیا، یعنی 200 کشور دنیا، بیخ کاخ سفید فریاد اعتراض ها برداشت، صداها بلند شد، بر سر جایت بنشین گفتن، اما زورشون نمی رسید. یعنی چی؟ یعنی آرمان مهدویت رو بشر درک کرده امروز، اما آن اجراشو نداره. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. این مجری میخواد، آرمانش الان داره شکل میگیره و روز به روز داره این حرکت سرعت بیشتری پیدا میکند. آرمان مهدویت، عدالت خواهی، قسط، یملأ الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملحد ظلما و جورا. نگید باید پر بشه، ظلم بیاد فراگیر بشه، پس کجا برای این حرفا عدالت خواهی اینا؟ نه نه نه، اشاره میکردم پر شده است. گمان نکنید که مراد از پر شدن از ظلم و جور در زمین یعنی هر وجب وجب ببینید نه، گاهی یه ظلم توی مملکت میشه که باید گفت تمام این مملکت ظلم گرفته است. گاهی یه فساد توی شهر انجام میشه که باید گفت تمام این مردمان درگیر این فسادند و مدیون این فسادند. گاه میشه شکم مادری رو بدرند، نوزادش بیرون بکشند، سر اون ببرند، سربها در دل اروپا با اون سر بریده نوزاد فوتبال بازی کنند. بعد میشه گفت اروپا رو ظلم نگرفته؟ میشه بچه مسلمون ها رو تیکه تیکه کنن بندازن گوشتشون تو خوکدان خوکاشون بخورن بعد بگید اروپا رو ظلم فرا نگرفته؟ میشه گفت؟ یملأ الله الارض به قسطا و عدلا. خدا میداند اون ظلم هایی که امروز در تاریخ بشر دیده می، کاملا صادق از سخن پیامبر و شده است، آرمانش هم اومده است، تمنای این هم در دل انسان ها الان اونقدر وجود داره که هیچ وقت نیست. اون سرفصل دوم بگم، وقتم تمام شد. اون سر بحث گرایش به معنویت و میت الکتاب و سنه، وحی رو زنده کردن و اومدن تو وادی. آرمان این هم مثل چی رشد پیدا کرد؟ یه تقسیمی رو وقتایی من گفتم به بعضی از دوستان خاص، هانا آرنت، کتاب انقلاب، این دانشمند بزرگوار بعد از رنسانس رو تقسیم میکنه، میگه بعد از عرض به خدمت و نوزایی رنسانس، شما در اروپا و در جوامع غربی عمدتا این حالت رو دیدید که اینها بریدند از مذهب و دین. قرن 17 قرن گریز، تشکیک و تردید. قرن 18 قرن ستیزه و رویارویی علم، همون علم تجربی ها، و دین و مذهب، تضاد و تقابل. قرن 19 قرن توقف و فروکش کردن نزاع. ثابت میکنه اینا تو کتاب انقلاب هانا آرنت. قرن 20 قرن بازگشت، قرن ثابت میکنه با آمار. این قرن باز مخصوصا بعد از دو جنگ جهانی بشریت برگشت، برگشت. این شد قرن بازگشت. تا اینجا هانا آرنت مینویسه ابردین تکاپوی 2000، در کتاب تکاپوی 2000 میگه قرن 21 قرن دین و مذهبه. میگه قرن دین و مذهب اساسا قرن 21، بشر به سوی دیانت. هزاران کلاس درس، این که میگم دقیق میگم ها، هزاران کلاس درس دین و علم در صدها دانشگاه دنیا الان در حال برگزاری است، در حال برگزاری است. در ایالات متحده امریکا در صد دانشگاهی که علوم انسانی دارند، در 60 تای اونها درس رسمی دین و سلامت تدریس میشه. در آزمایشگاه فیزیک فیدمن استراسبورگ، یکی از دروس رسمی ورود به این برای محققان، درس علم و دین است. دانشگاه لیدز انگلستان دوره دکترای علم و دین را از چند سال قبل تصویب کردن، دارن عمل میکنن. یه زمانی تیمز در انگلستان نوشت، روزنامه تیمز نوشت God dead، تموم شد، خدا مرد، پرونده برگزار شد. اولین روزهای سال 1970 نوشت God will return، خدا داره برمیگرده، خدا بازگشت به جامعه بشری.
خدا بازگشت. 1982 1988 تا دو سال، اشتباه نمی کنم، آمار همینه، 400 فرقه مذهبی و دینی در آمریکا مثل قارچ از خاک بیرون اومدن در دو سال. 400 فرقه مذهبی یعنی چی؟ یحیی میت الکتاب و سنه، یعنی داره میاد مردی که زنده کند معنویت را در وجود. اینا نشانه این که بشریت داره آماده میشه برای مهدویت، برای سیر آمدن وجود مقدس امام زمان. پاره از فرقه های مذهبی همین الان که بنده صحبت میکنم، طبق آمار دقیق سال 2002-2003 در اروپا 10 میلیارد دلار درآمد سالانه این فرقه های مذهبی بوده است. باورتون میشه؟ درآمد سالانه این فرقه های مذهبی بوده است. اینا که 100 سال قبل خبرها نبوده، 150 سال قبل که این خبرها نبوده. چی شده؟ چه تحولی در دنیا پیش اومده؟ سال 2002 روم ایتالیا، صدها دانشمند متفکر، فیزیک، شیمی، هندسه، علوم دینی در کنار هم جمع شدن، انجمن بین المللی علم و دین رو تأسیس کردن. از مملکت خود ما دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر مهدی گلشنی عضو ثابت و عضو مؤسس این انجمن بود، فیزیکدان معروف کشور ما عضو این انجمن بود. چرا؟ چه نیاز و ضرورتی است که اندیشمندان دنیا؟ آقای هاکینگ، میدانید خیلیاتون اسم شنیدید، که اون دیگه اولین فیزیک فضادان امروز دنیا، اومد گفت آقا چند سال قبل، 4-5-7-8 سال قبل، گفت آقا من تئوری آف اوریثینگ رو پس میگیرم. من که گفتم میتوانم تئوری دارم که میتوانم همه چی رو جواب بدم، نه نه، یه چیزهایی رو که من نمیتونم، علم نمیتونه جواب بده، باید کسی دیگه جواب بده. قضیه بدل ریاضی بلا حل اصلا چیز دیگری شده است. عزیزان دنیا بدونید، قدرت‌های دنیا نمیخوان، این ملت‌های دنیا که این سیر رو دارن، قدرت‌های دنیا میخوان منافعشون حاکم باشه، اما دست اونها نیست. سیل خروشان جامعه بشری به سوی دو محور در حال حرکت است: عدالت اجتماعی و احیاء معنویت. دو سرفصلی که فیوریکم عدل سیره و یحیی میت الکتاب و سنه صلی الله علیک یا بقیت الله. تکان بخوریم، تکان نخوریم، اگه تکان نخوریم به خود نیایم از قافله عقب موندیم. میبینیم خورشید از غرب طلوع میکند، میبینیم خورشید از غرب طلوع میکند. ما مدعی مهدویتیم، ما دلهامون واقعا تعارفم نداره دیگه، باید گفت حالا بنده چرز کنم، کوچک عزیزان و دستبوس همه دوستان خودم، ما بالاخره دلهامون مالا مال از عشق و محبت به وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری است و میدونیم اون بزرگ مرد است که نام این مواعید را محقق میکنه و مسلم و علمی است عزیزان که دیگه بشر داره به آستانه ظهور میرسه. از اون طرف اون تنازعها، ظلمن و جورا، هر یک دقیقه گمان میکنید چند هزار میلیون دلار با همین رقم در هر دقیقه صرف مسابقه تسلیحاتی دنیا میشه. ظلمن و جورا یعنی چی؟ ظلمن و جورا یعنی کدام؟ یعنی اینکه انقریب بدونید، بدونید که نباید جوری که مچ ما رو کسی بگیرد. بالاخره بعید نیست که شما یه جنگ هسته‌ای رو در دنیا ببینید به زودی، بعید نیست. ظلمن و جوراست. کدوم ظلم و جور از این بالاتر که امشب خوابیدیم فردا نمیدانیم یه دیوانه از اسرائیل زد یه عرض به خدمتون سلاح هسته‌ای رو رها کرد، خاورمیانه رو با آتش کشید. ظلمن و جورا. چه اعتمادی داریم بر این دشمنان اسلام؟ چه اعتمادی داریم؟ بس از سخن من. عزیزان، مهدویت رو باید بشناسیم و بایدهای مهدویت رو، التزامات مهدویت رو بدانیم. مهدویت از مسیر مساوات است،
از مسیر عدالت اجتماعی است، از مسیر احیاء معنویت است. اگر در این مسیر باشیم میتونیم همان باشیم که فرمود المنتظر لامرنا. خوب گوش کنید، اللهم لقنی اخوانی. پیامبر فرمود خدایا برادران من رو به من نشان بده. اصحاب گفتن یا رسول الله، ما که مخلص شما هستیم، ما که دستبوس حضرت عالی هستیم، ما که برادران شماییم، کننا معک به بدر و احد و حنین، اینجا بودیم شمشیر زدیم احد. بعد فرمود نه نه، شما نیستید اونایی که من گفتم، اینها قومون، اینها جماعتی هستند که در آخر الزمان می آیند. آمنو به سواد علا بیاز. اینا منو نمی بینند، اینا قرآن رو از زبان من نشنیدن، اینا می خوانند هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، از خط می خونن میگن صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین الله رب العالمین. من مرادم اینان که اینا میان در آینده ایمان میارن به کتاب و سنت، اینا منتظر امر ما خاندان میمانند. بعد اینها المنتظر الامر، من شوقم به اونها و دیدان اونهاست من پیامبر، المنتظر الامرنا. بعد هر کدوم از اینها که منتظر امر ما خاندان هستن، کل متشهت بدمهی فی سبیل الله، مانند به خون قلتیده در راه خود، انتظارش نکشته شدنش، همون انتظارش، مانند آن است که در فسطاط و در خیمه مهدی به خون خیش میقلته. خدایا در این شام پس از ولادت وجود مقدس این ماه پاره هستی، اون بزرگی که تناسب ولادت دیالا گفتیم همیشه، مانند دیشب، مانند سحر امروز، شب که آمدند وارد شدند اون بانوی بزرگوار و اون عابده مقدسه حکیم خاتون، خانه حضرت عسکری وارد شدند، فهمدن همه جان امشب رو باشید نرید. فهمدن چرا اصرار میکنید؟ گفتن امشب حجت بالغه خدا پا به وجود میگذارد، عمه دوست دارم شما در خانه ما باشید. فهمدن من که خبری چیزی، کی؟ نرجس، اون بانوی بزرگوار، اثری نمیبینم من. فهمدم بدانید اما حمل او مانند حمل مادر موسی است، پنهان است، مخفی است. اما جان بمانید امشب در خانه ما. اما ماند در اتاق نرجس با هم استراحت میکنن. نیمه شب برخواست تهجد و نماز شبش و حکیم خاتون خواند، دید نرجس، چشمان نرجس در خواب است. یک کمی گذشتید با استراب بلند شد، مثل این که داره اوقات نماز شب از کف می رود. باید در همون شب ولادت مادر امام زمان ابتداعا تهجد خودش رو با خدای خودش داشته باشد، چنین دامن باید که چنین فرزند آید. نماز رو گذارد، قنود، دیدم به خود داره می پیچه. دیدم قبل از این که این حالت پیش بیاد، دیدم نرجس خوابه، یک کمی شک کردم چی شد، چرا خبری نشد. صدای وجود مقدس حضرت عسکری از اون اتاق بلند شد، فهمدن عمه جان در امر ما خاندان شک نکنید، سوره یاسین بخوانید، سوره سجده بخوانید، حامیم سجده بخوانید. شروع کردم بخواندن قرآن، بالاخره دیدم اون حالت اومد و نزدیک شدم من، چشم باز کردم دیدم ماه پاره در دامن نرجس است. تا در آغوش گرفتم صدای حضرت عسکری برخواست، عمه جان فرزندم را بیاورید تا ببینم. مانند سحر امروزی چشم وجود مقدس حضرت عسکری به رخسار امام زمان منور و مشرف شد و گفتندان پدر پسر و با هم آنچه باید می گفتن، خدایا به این لحظات شیرین خوش اتصال ولایت دلهای همه ما رو مشحون و مالا مال از عشق و محبت و اجزاء وجودی ما را مالا مالا از انجام وظیفه نسبت به ساحت مقدس امام زمان قرار بده. پروردگار مهربان قلب مقدسشون از ما راضی و خوشنود بگردان، توفیق تأسی و حرکت در مسیرشون به ما عنایت بفرما.
غمهای عالم اسلام، مظلومیت مسلمانان افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، بقیه نقاط جهان اسلام و مظلومین کل عالم، به برکت این مولود خدایا گشایش در کارشون عنایت بفرما، فرج اون بزرگوار نزدیک بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.